ریشه های بحران مسکن و اجاره بها در ایران طی دهه های اخیر در کجاست؟ پژواک، آن سوی رویدادهای روز. از 10 اسفند 57 و وعده روح الله خمینی که گفت دلخوش نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، برای طبقه مستمند بیش از 43 سال میگذرد. بحران مسکن اما همچنان گریبان مردم را گرفته. از تهران تا شهرستان ها و روستاها بسیاری از مردم خرید خانه را به عنوان رویایی دست نیافتنی در ذهنشان ثبت کردند و با مشکلات و تبعات ناشی از افزایش نرخ اجاره بها هم دست به گریبانند. کوچ به خانه های کوچکتر و ارزانتر، افت کیفیت معیشت، حاشیه نشینی و سقوط بیش از پیش اقشار مختلف جامعه به زیر خط فقر تنها بخشی از تبعات ناشی از بحران مسکن و گرانی های روزافزون در ایران است. دلیل عدم موفقیت جمهوری اسلامی با وجود ارائه سیاست های کنترلی برای پایین نگه داشتن نرخ اجاره بها در ایران چیست؟ کشورهای دیگر برای کنترل این بحران چه کردند و آیا اصلا می توان سیاست جایگزینی برای حل بحران مسکن در ایران ارائه کرد؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک آرش حسنیا، خبرنگار اقتصادی از جمهوری چک پاسخ می‌دهد. آقای حسنیا، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت پژواک رو قبول کردید. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم، اول اگر امکان داره لطفاً بگین با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی ریشه‌های بحران مسکن و اجاره بها در ایران طی دهه‌های اخیر رو در کجا می‌بینید؟ خب ریشه‌های بسیاری داره این وضعیتی که امروز ما گرفتارش هستیم و البته هم تقریباً در 14 گذشته هم این مشکلات کم و بیش برقرار بوده، در سال‌های اخیر تشدید شده و به حدی رسیده که خب به عنوان یک بحران واقعی، به عنوان یک ابر بحران خودش رو بروز داده. ضمن اینکه خب سهم مسکن و تأمین محل سکونت هم سهم قابل توجهی رو در سبد هزینه خانوار پیدا کرده. اگر بخوایم تیتروار و فقط اشاره بکنیم که این مشکل از کجا به وجود اومده، یا اینکه بخوایم با یک اولویت بندی نسبی بهش اشاره بکنیم، شاید مهمترینش این باشه که به دلیل وضعیت خاص اقتصادی که در ایران حاکم بوده، بخش عمده‌ای از سرمایه ها در حوزه زمین و مسکن در سالهای گذشته ورود پیدا کردند و این باعث شده که یک توازنی رو در این بازار به هم بزنند. البته نگاه بدبینانه ای هم وجود داره که بیشتر اقتصاددان هایی با گرایش چپ نهادگرایی به اون اشاره میکنن و اون این هست که در واقع قائل به این هستن که بورژوازی مستقلات در ایران چنان نفوذی هم در بدنه حاکمیت داره و هم در دستگاه های قانونگذار یا دولت های مختلف داره که منفعت او ایجاب میکنه که سیاست گذاری هایی رو بکنه، یا برنامه ریزی هایی رو بکنه، یا برهم زدن توازن هایی رو برهم بزنه که این مشکلات در بخش مسکن به همین ترتیب وجود داشته باشه. البته میشه مسائل فنی رو هم بهش اشاره کردین که به هر حال مثلا هزینه ساخت در ایران به دلیل اینکه سنتی سازی تا سالها باب بوده و صنعتی سازی نمی‌شده بالا بوده، یا اینکه سهم زمین خیلی زیاد هست در پروژه های ساخت مسکن و املاک، یا اینکه میشه به موارد دیگری هم اشاره کردیم که به هر حال ما اجاره داری صنعتی و کلان نداشتیم در ایران و امر ناشناخته ای است در فضای مسکن ایران، و اینکه خب سیاست گذاری های دولت ها عموما با نوسان های متفاوتی و با حرکت های گاه متناقضی همراه بوده و عمده تلاش اونها یا تمرکز اونها به افزایش عرضه بوده، یعنی نسبت به ساخت توجه داشتن، در حالی که به باور خیلی از کارشناسان مشکل اصلی حوزه مسکن شاید سمت تقاضای اون هست، یعنی تقاضای مؤثر وجود نداره برای اینکه تامین مسکن صورت بگیره. یه سری سیاست‌های کنترلی آقای حسنی یا جمهوری اسلامی داشت بر پایین نگه داشتن نرخ اجاره بها، چرا موفق نبود؟ میشه حالا با اغماز، اگر حالا تفاوت‌های جزئی رو در نظر نگیریم، عمده این سیاست‌ها بر اساس برنامه‌های غیر اقتصادی است، یعنی عوامل غیر اقتصادی در اونها دخیل هستند. به طور مشخص
نظارت یا کنترل، تعیین سقف، این کلید واژه‌هایی است که در این برنامه‌ها ما میتونیم اونها رو به عنوان فصل مشترکشون در نظر بگیریم. و خب طبیعیه که چنین برنامه‌هایی که با در واقع بدون توجه به راهکارهای اقتصادی فقط مسائل تعزیراتی و اینها رو در نظر میگیره نمیتونه موفق باشه. خیلی باعث تعجب نیستش که این برنامه های محدود کننده که عمدتاً بر پایه نظارت و بازرسی و تعیین سقف و دستور دادن استوار بوده نتونسته موفق باشه. اشاره کردید که مسئله بحران مسکن اجاره بها در 4 دهه اخیر بوده، اما به نظر میرسه که در این ماها و سالهای اخیر به نوعی این بحران شتاب بیشتری گرفته، اینطور فکر نمی‌کنین؟ درست میگید، یعنی علیرغم اینکه این مشکل مشکل طولانی مدتی هست، اما در 2-3 سال اخیر به شکل فزاینده‌ای وضعیت وخیم‌تر هم شده. یه علت اون رو میشه با در واقع تجربه 3 سال پیاپی تورم بالای 40% در فضای اقتصاد کلان توضیح داد. در 5 دهه گذشته، در نیم قرن اخیر، سابقه نداشته که اقتصاد ایران 3 سال پیاپی نرخ تورمی بالای 40% یا در کانال 40% داشته باشه. خب همین تورم عمومی به این رقم بالا و همینطور مستمر در طول 3 سال میتونه یکی از عوامل توضیح دهنده این باشه که بازار اجاره بها و مسکن هم به شکل فزاینده وخیم‌تر از قبل شده اوضاعش. طبیعتاً خود بازار اجاره بها مهمترین متغیرش قیمت مسکن هست، یعنی تابعی از قیمت مسکن. میدونیم که در همین 3 سال گذشته و حالا 5 سال گذشته یک رشد شدید و جهش شدید قیمتی در حوزه مسکن رو هم شاهدش بودیم. ضمن اینکه مسکن در این سالها یک کارکردهای دیگه‌ای رو هم به جز حالا بحث سکونت پیدا کرده، یعنی ابزاری است برای سرمایه‌گذاری، ابزاری است برای کسب سود، ابزاری است برای نوسانگیری. در این حال رونق اقتصادی هم در این 3 سال کاهش پیدا کرده، یعنی خود اخذ اجاره از مستاجرها برای صاحبان واحدهای مسکونی به عنوان یک محلی برای امرار معاش هم مطرح هست و خب هر چقدر که تورم بالاتر باشه اونها برای اینکه قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن رو میارن به اینکه اجاره بها رو افزایش بدن و خب این چرخه باطل باعث میشه که چنین وضعیت وخیمی رو به طور مشخص در این 3-4 سال اخیر شاهدش باشیم. خب یک چنین شرایطی چه تأثیری آقای حسنیابی روی جامعه میتونه داشته باشه با توجهی که داریم راجع به سقف روی سر افراد صحبت میکنیم؟ در واقع ما داریم درباره به طور میانگین نیمی از کل سبد هزینه خانوار در ایران صحبت میکنیم. حتی در شهرهای بزرگ مثل تهران این رقم به 60-70% کل سهم از هزینه های کل یک خانوار میرسه، هزینه تأمین مسکن و اجاره بها. واضحه که هر تغییر رو به بالا، یعنی این سهم افزایش پیدا بکنه، وضعیت رفاه خانوار به طور کامل تغییر پیدا میکنه و این سهمی هم نیست که به سادگی بشه اون رو حذف کرد. مثلا سهم آموزش یا سهم فرهنگ یا سهم تفریح از هزینه‌های خانوار نیست که خانوار بتونه اون رو به سرعت جایگزین بکنه. برای همین میشه تصور کرد که هزینه‌های دیگر خانوار به سرعت حذف میشه به نفع تامین مسکن و سرپناه. در مرحله بعدی در واقع او از دیگر هزینه هاش مثل هزینه های خوراک و آشامیدنش کم میکنه، رو میاره به تغذیه نامناسب تر. اما پدیده های دیگه هم اتفاق میفته، این مهاجرت معکوسی که این روزها ما میشنویم از محله های بهتر به محله های سطح پایین تر، از شهر به حاشیه های شهر، از یک شهر به شهری دورتر، یا پدیده های تحت عنوان بدمسکنی که شنیده میشه که مثلا خانوارهای مشترک یک واحد مسکونی رو اجاره میکنن یا اینکه پشت بام خوابی، پارکینگ خوابی. اینها همه پدیده هایی است که به تبع این اتفاقاتی که ازش یاد کردیم اتفاق میفته. افزایش نرخ فقر مسکن و افزایش چنین پدیده هایی که بسیاری از شهرهای حاشیه‌ای به شهرهای بزرگ میان برای کار کردن و بعد میشنویم که مثلا سرپرست خانوار در خودروی خودش میخوابه و اینها علاوه بر آثار اقتصادی که به جا میگذاره میتونه آثار انسانی و اجتماعی رو هم به دنبال داشته باشه که میشه تصور کرد که در همین ماهای اخیر، ماهای آتی یا سالهای آتی ما درباره این تبعات منفی اجتماعی و بهداشتی و درمانی یا تبعات انسانی چنین وضعیتی که از بازار مسکن و تورم در
اقتصاد طور عمومی آغاز شده بیشتر بشنوید. خب به عنوان پرسش آخر آقای حسنی، میشه کاری کرد برای حل بحران مسکن؟ سیاست جایگزینی پیشنهاد داد؟ اصلا تجربه کشورهایی که این مسئله رو ندارن، مثلا فرض کنید سوئد، از اون تجربه ها میشه یا استفاده کرد که بتونه به نوعی کمک بکنه به کنترل بحران مسکن در ایران؟ ببین، بخشی از این مشکل یا این مقایسه ما با کشورهایی که این مسئله رو حل کردن برمیگرده به فضای کلان اقتصاد اونها. حالا صرف نظر از این تورم اخیری که در پی جنگ روسیه اوکراین یا در پی بحران کرونا در جهان ما شاهد هستیم، اما همچنان هم این نرخ قابل مقایسه با نرخ تورمی که در ایران به طور مستمر در 4 دهه گذشته داشتیم نبوده. خب در اقتصادی با تورم دو رقمی بالای 20% در حدود 40 سال نمیشه انتظار داشت که بازار مسکنش هم متفاوت از سایر بخش‌های اقتصادی عمل بکنه. در این حال اجاره داری صنعتی و حرفه‌ای در کشورهای اروپایی امر جا افتاده است. شرکت‌هایی که تعداد واحدهای مسکونی استجاری پرتعدادی دارند، قراردادهای بلندمدت‌تری با مستاجران می‌بندند. خیلی از اونها شهرداری شهرهای بزرگ هستن در اروپا. هیچ کدوم از این ساختارها در بازار مسکن ایران وجود نداره، یعنی همه چیز شخصی است. شخصی سازی میشه، شخصی اجاره داده میشه، شخصی مستاجر واحد مسکونیش رو اجاره میکنه، دوره های اجاره به طور معمول پایین هست و اساساً سیاست‌های اندکی برای مهار انگیزه های سوداگرانه یا تقاضاهای سفته‌بازی در بازار مسکن و اجاره ایران وجود داره. یعنی تا پیش از این تلاشی که برای مالیات بستن بر واحدهای مسکونی خالی یا مالیات بر داد و ستدهای مسکن که اخیراً این تلاش آغاز شده، تا سالهای قبل وجود نداشته و البته بانک اطلاعاتی هم وجود نداره قابل اتکا برای اینکه این سیاست‌های مهار تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن اجاره به جایی برسه. میخوام بگم که قابل مقایسه نیست در واقع فضای غیر استانداردی که در ایران هست در حوزه بازار مسکن و اجاره با اون چیزی که در کشورهای توسعه یافته تر وجود داره. سپاسگزارم از شما آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. من شلر حقانی فر به همراه رضا اکفانیان تهیه کننده این برنامه، از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.